Roblox'ı ve bak şimdi recorder'mış gibi yalak et az. Masalı sohbet mi kedim ki kısmat ara bana mı erinel piramid yap mı kınan? در بین از یا یعنی بستلا فور رفته گوه های که از طرف اقتر بین از یا هست که بنام رینل کالم یاد میکنن و دیگه شما سیستم جمع کننده ادرار یعنی وظیفه بستلا برده هایی است که ادرار ساخته شود و با استفاده از سیستم که دیجه است جمع میشه از او خاطر سیستم جمع کننده ای رقم است اینمی پیرامید ها ای را باز پشام شما میگیم که مجموعه از کلکتنگ دکت هاست ما میبینیم ساختمان های طولانی شکل دارن این مجموعه از collecting duct هست یعنی collecting duct ها که با هم دیگه یک جای میشن بالاخره ساختمان باز میشن بنام رینل پپیله که این قسمت هست که ما به شما زنور نشانی کردم رینل پپیله در این قسمت ها یعنی تمام collecting duct ها یا به اصطلاح قنات هایی که ادرار جمع میکنن من با هم دیگه یک جای میشن رینل پپیله را میسازن بعد از رینل پپیله این ساختمان های خرد خرد بنام مینور کالکس هست مینور یا سیستم کالیکل هم میخوانیم سیستم کالیکل به ایمانا یعنی ادرار که تاست کلکتنگ دکت ها آمد تا نوک پیرامید بعد از نوک پیرامید به اصطلاح ساختمان دیگه شروع میشه که این ادرار میخوای از در قسمت مرکزی جمع کنه و ایره به بیرون روان کنه بنان در نوک هر به اصطلاح پپیله این ساختمان که وصلش موری میبینن من هر کدامش محایلت میکنم ایره به نام مینور کالکس میگن چند تا مینور کالکس مثل ای و ای کالکس با هم دیگه یک جای میشن چیز را که میسازن اینا میگن میجور کالکس یک میجور کالکس دو تا میجور کالکس سه تا میجور کالکس کالکس های میجر با هم دیگه یک جای میشن این ساختمان وسطی اینی را که میسازن اینا با نام رینل پلویستیات میسازن که ادرار کلش جمع میشه در این قسم بعد از او باز ادرار به اصطلاح زمان که از گرده رینل پلویست خارج میشه ساختمان شروع میشه یوریتر و ادرار مستقیما میده داخل خب تکرار بسیار سریع کنیم گرده ها از دو قسمت تشکیل شدن یکی در قسمت کیس به نام رینال کورتکس این چیزا که داریم میگیم فقط در انگلیسی میگیم رینال قسمت مغزی یا قسمت به مبینیش میگن رینال میدولا کورتکس چی هست؟ میکروسکوپی کنات می انشالله باز میفهمیم که از نظر استولوژی هست تشکیل شده و هدفش چی هست خب میگیم که کورتکس داره در وسطش به اصطلاح رینال پیرامید هاست پیرامید چی هست مجموعه کلکتینگ دکت که کسی میشناسه نمیشناسه در فیتن باشه در که مصاره نوسه سر میکروسکوپی صحبت نکردیم مخو وظیفه از چی هست یا کل ادرار جمع میکنن ساختمانی که به اصطلاح نوک از یاسوره میگن رینال پپیله که قسمت هاست بعد از رینال پپیله این قسمت هاست رینال پپیله با هم دیگه به اصطلاح جایی که خالی میشه اون میگن مینر کالکس کالکس های خرد چند تا مینر کالکس مثل این مینر کالکس با این مینر کالکس یک جای میشه یعنی قسمت ابتدایش میگن میجر کالکس بعد از یک کالکس دو کالکس سه کالکس با هم دیگه یک جای میشن چیزی را که میسازن اون میگن رینال پلویس یا هوایزی کلیه و بعد از ساختمان که شروع میشه به نام یوریتر یا به اصطلاح قالب است که ادرار انتقال میده با مثانه وظیفه انتقالی داره دیگه به صورت میکروسکوپ اگر ببینیم ما میفهمیم که هم سیستم به اصطلاح وریدی و شریانی داریم که به گرده ها خون میارن و شما ایده میفهمند که تقریبا 12 الا 15 فیصد نظر به رفرنس های متفاوت حتی تا 20 فیصد کتاب گاتن فکر کنم 15 تا 20 سر ذکر میکنه خونه که قلب در یک دقیقه پمپ میکنه به گرده ها میرسه و لا حق و حسه گرده ها خب ما دکتر سبی جباز بعض اناتومی ساختمان های اناتومی کنه قبل ما گرده ها رو خالص بس میکنیم ما گرده ها رو میاریم در کانتکست یک سیاق صحبت میکنیم ما میفهمین که تصویری که در بالا است این قسمت نیش کلش حجاب حاجز است یعنی قسمت های پایین است که نو نو دیگه بدن شروع میشه این دو تا گرده در دو طرف یا هم آی وی سی یا انفری وینا کاوا یا هم اورتا یا شیان ابهر ابهر بطنی هدف ما از این بسطلاح تصویر چی است و چی تا میخوام جوازه کنم شما میفهمین دکتر باش طرف هم تصویر شده کنه شما کل لگه بسطلا ذهنتان میمونه و شما چیزایی که حفظ میکنه با تیجه تدبیق شما میفهمین که کس بسطلا زبهر بطنی دو تا شریان منشه میگیره که یک میره به طرف گرده راست یک میره به طرف گرده چپ اما به طرف راستر ابهر چون چی وجود داره به اصطلاح انفیرو وینا کاوا وجود داره
ازو خاطر inferior vena cava من قطع باكو سيب چون طرف inferior vena cava وجود داره بنان پس سیستم واردی که از گرده ها خون جمع میکنه اتومات شما میفهمید که inferior vena cava از گرده چپ دورتر و به گرده راست نزدیکتر است از او خاطر ای ونی که از گرده چپ میه دراستر است بنان این یک گپ یک پوینت کلینیکیس مثلا در سوالا و در امتحانا بین المللی زیاد مورد تاکید صورت میگیره که چرا رو صحبت میکنه اما چون گرده نزدیک گرده راست به inferior vena cava نزدیک است بنان رینال وینش چکتر است ایره بسطلا چرا ایره صحبت میکنیم زمانه که در ترانسپلانتیشن انتقال بسطلا اعضا از یک انسان یا از یک انسان به انسان دیگه استفاده میکنن زیاد تمایل به طرف گرده چپ دارن دلیلش اینه که به خاطر که رینال وین زیاد است چون رینال وین زیاد است یا باز بسطلا کارشان سهولت آسان است که یا بتانن بسطلا ایره به شخص دیگه پیوان بدن یعنی فقط امی که رینال وین که کلان است دلیلش چی است؟ بخاطر رینال ترانسپلانت یک گپ گپ دومی است که شما میبینین اینی وینه که به طرف پایین رفته و این وینه که طرف جریان داره این اردو را به نام گنادل وین یاد میکنن یعنی به اصطلاح وریدای است که به اعضای جنسی یا به اصطلاح خون او قسمت ها را تخلیه میکنن گنادل وین اصلا که اناتومی پلویس شون خوب است میفهمند که ما در پلویس دو طرف اسپرماتیکور داریم که اسپرماتیکور در اینگرینال کانال تیر میشه و به لبیا مجور و یا هم به فیلن درست است از طرف مندنت خوب است فیلن درست شد هم اگه برم یک از جواب بتا درست شد یعنی خب بسیار خوب است خب بحث رینال وینا کردیم که رینال وینا گرده چپ چون از طرف inferior vena cava و چپ قرار داره و inferior vena cava طرف راست است رینال وینش کلان است نسبت به کلانیش این مورد پسند دکترهایی که ترانسپلانتشن انجام میتن است یک گپ گپ دومی است گونادل وین از بستلاد اسپرماتیکورد ما یک سیستم واردی داریم به نام پمپینیفورم از پمپینیفورم خونه میگیره تخلیه میکنه مگم گپ اساسی در کجاست که در طرف راست که این طرف میشه مستقیم در انفیر وینا کاوا ختم میشه مگم در طرف چپ از یک طرف طول رینال وین کلان است از دیگه طرف وارد گونادل میه در لفت رینال وین ختم میشه این هم به اصطلاح یک روبر یا یک اثر به اولتراساوند است که دکتر باجه متوجه باشن و هم ای است که شما میبینید که وارد دوارید انتقال پیدا کنه یعنی فشار خونه که به اصطلاح از یک طرف رینال وین کلان است از دیگه طرف وارید دوارید تخلیه بنان فشار یعنی در مجموع کنکلوژن کنیم در مجموع کنکلوژن کنیم یا به اصطلاح جنبندی کنیم میگم فشار واریدی یا فشار هیدروستاتیک خون در طرف لفت رینال وین و لفت گونادل وین زیاد است چرا؟ چون وین در وین تخلیه مستقیم در انفیر وینا کاوا تخلیه نمی بناهن واقعات تیستیکولر وریکوسل تیستیکولر وریکوسل چی است؟ اگر کس میفهمه خوب نمیفهمن عبارت از دم خون یعنی به ادبیات بسیار ساده اگر بگویم دم خون یعنی به این مانه که خون میمانه وریده قسمت میپونه از کجا از تستس یا خوشیه ها در طرف چپ یا راست میگم به طرف چپ چرا؟ واقعات طرف چپ زیاد است بخاطر چی؟ بخاطر که فشار به اصطلاح سیستم وریدی لفت گونادل و لفت رینال وین زیاد است در که وارد دواری تخلیه میشه ما در پایین ذکر کردیم که ات افکتس فرتیلیتی این گپ تاثیر داره بالای فرتیلیتی یا باروالی این دیگه سوال باشه برای همتون جواب باشه انشاءالله تا سوال برم پیدا کنین که چی دلیل است و سکولر به اصطلاح چی ارتباط داره که اگر دم واردی تا خون در یک واری جمع شه و تخلیه نشه چی ارتباط داره بالای باروری بالای به اصطلاح سپرم کاونت سپرمو باقی جزئیاتش اگه کس میفهمه خوب و خوب میشه که دست خدا